تو برایم بس بودی و درد بود که می دیدم من تو را بس نیستم. اصلا چرا اینقدر دوستت داشتم؟ نمی دانم. اما مگر می توانم اولین تپش های قلبم را به وقت دیدنت از یاد ببرم؟ مگر می توانم اون احساس ناب امنیت را که با حضورت ناگهان در وجودم جاری شد فراموش کنم؟ تو برای من بس بودی. این موضوعش درباره چی هست؟ میگم خدمتتون، توضیح میدم خدمتتون. اولا سلام، بعد ببخشید که مزاحمتون میشم. یه چند تا پرسشنامه است که حقیقتش من دارم یه تحقیقی میکنم در مورد خانمای باردار قبل از زایمان و بعد از زایمان. ممنون میشم زحمت بکشین اینا رو پر کنیم. اصلا برای جای خاصی هم نیست، برای خودمه، برای خوب خیلی مهمه. خانم با مداد بنویسیم اشکال نداره؟ من اشکال نداره. دخترم عزیزم، من سواد ندارم، میشه کمکم کنید؟ بله حتما. شما ببخشید من مزاحم شما. خب شما حتما همراه اکبری شما هستین؟ محبت کنیم بگه بریم پایین مور کن برمه بریم. مرسی. یه لحظه بخشم خدمت. سلام. سلام. خسته خوبی؟ میگم خواستی بیایی تو بگو درو بزنم. نه امروز فکر میکنم. این چه حرفی بود؟ دکتر روز خیلی حالش خوبه، میتونی کلی از سوال بپرسی. فردا پس فردا معلوم نیست با حرف بزنه دیگه. ام نداره خوش حرف نمیزنه. امروز بیای هم میتونی با دکتر صحبت کنی، هم به دنیا آمدن یه نوزاد رو میتونی از نزدیک ببینی. خواستی بگو در رو بزنم. فعلا. بله درسته. یعنی الان نیازی نیست که دارو بگیره؟ بله متوجهم. باش آقای دکتر، پس من میفرستمشون بیان خدمت شما. چشم، ممنونم. محبت کردی. خدا نگهدار. خدا حافظ. چی شد؟ همون چیزی که فکر میکردم. اختلال استرابی. یعنی چی؟ ببین دنیا جان، ما دو نوع استراب داریم. یه استراب درست، یه استراب غلط. استراب درست مثل استرابی که مثلا یکی از اقواممون تصادف کرده تو بیمارستانه. ما دلشوره داریم ببینیم چی میشه، زنده میمونه، نمیمونه، چه اتفاقی براش میفته. استراب غلط مثل استراب منها. آره، که از نظر خودت درسته، از نظر دیگران توهم. آره دیگه، عالی شد. الان دیگه همین دلیل محکمه پسند داره برای جدایی از من. میره میگه این دیوونه است. چه حرفیه میزنی؟
تو نباید اینجوری بهش نگاه کنی. چجوری باید بهش نگاه کنم؟ همینه دیگه. نه عزیزم، دکتر رحیمی گفت از هر 5 نفر یه نفر این اختلالو داره. منتها خیلی کم پیش میاد آدم ها به خاطر همچین مسائلی بخوان برن پیش روانشناس و درمان کنن. خودتو از ترس اینکه حمید تو دادگاه دلیل محکمه پسند نداشته باشه به فکر درمان افتادی. حالا دلیلش چی هست؟ این چی گفتید؟ اختلال استرابی. اختلال استرابی دلیلش چی هست؟ اصولا بعد از یه اتفاق بد ایجاد میشه، مثل تصادف، از دست دادن شغل، شکست عاطفی، یا از دست دادن یه عزیز، که در مورد تو این مورد آخر، یعنی فوت مادرت. خصوصا که گفتی مادر بزرگت هم به همین دلیل از دنیا رفته. احتمالا مغزت نتونسته درست این قضیه رو تجزیه تحلیل کنه، ترسش باهات مونده، بعد از ازدواجم باعث شده که بدتر بشی. حالا چی کار باید بکنم؟ اولین کاری که میکنی اینه که با شوهرت صحبت کنی، بعد قضیه رو به اون بگی. اون اگه بدون مشکل چیه خیلی به درمانت کمک میکنه. بعدش هم برای ادامه درمان بریم پیش دکتر رحیمی. داری من از سر خود بام میکنی؟ چه حرفی عزیز من؟ من چون دوستتم نمیتونم مشاور خوبی برات باشم. البته جلسات ما سر جاش هستا، ولی خب غیر رسمیه. دکتر رحیمه استاد منه. به غیر از اینکه باهات غریبه است، قطعا میتونه بیشتر از من کمکت کنه. اینجوری حالت زودتر خوب میشه. بفرمایید. به حمید چه بگم؟ راستشا بگو. بگو از باردار شدن میترسی؟ چون فکر میکنی تو هم مثل مادرت یا مادر بزرگت ممکنه سر زایمان فوت کنی. بگو فهمیدی مشکل چیه؟ واسه اینکه دوستش داری و نمیخوای زندگیتون به هم بخوره تصمیم گرفتی درمان کنی. خیلی وقت حس میکنم اصلا برش مهم نیستم. اصلا اینکه فکر نمیکنم دوستم داشته باشه. تو که باز حرف خودتو میزنی دختر خوب. با چیزایی که تو این جلسه از همی تعریف کردی من مطمئنم هنوزم دوستت داره. آره دوستم داره. دوستم داره که رفته درخواست طلاق داده. خب عزیزم من، خودتو بذار جایم. تو یه موضوع به این مهمی که خیلی وقت پیش بعد بهش میگفتی ازش پنهون کردی. دائما بهانه‌های الکی آوردی. چپ و راست سر هر چیزی بهش گیر دادی. تو بودی چه حالی میشدی؟ اونم آدمه. هر چقدر هم دوستت داشته باشه، بالاخره یه جایی خسته میشه دیگه. بعدش اون که نمیتونه مشکل تو چیه. تو باید بهش میگفتی. آقا چه جوری میگفتم؟ خب قبل ازدواج میگفتم که باهم ازدواج نمیکرد. بعدش هم که ازدواج کردیم که اصلا نمیدونستم چجوری باید بگم. ببین به هر حال هر مردی وقتی ازدواج میکنه دلش میخواد بچه دار بشه. این خیلی طبیعیه. خصوصا حمید با چیزایی که تو ازش تعریف کردی، اینکه تک فرزنده و عاشق بچه است، خب طبیعیه. به نظر من اگه از اول راستشو بهش گفته بودی اصلا کار به اینجا نمیکشید. الانم دیر نیست. برو باهاش صحبت کن. اگه لازمه و فکر میکنی کمکی میکنه منم میتونم باهاش صحبت کنم. یا نه اصلا هر دوتون بریم پیش دکتر رحیمی، دکتر براش توضیح بده همه چیو. میترسم اونم مثل همه چیزایی که دوست داشتم از دست بدم. مامانم، کارم، همه. انقدر بدبین نباش عزیز من. تو همین که تصمیم گرفتی درمان کنی نصف راه رفتی. من بهت قول میدم همه چی درست میشه. فقط یه سری کاری که باید انجام بدی. همین. قهوتو بخور. دست درد نکن.
باید با هم حرف بزنیم. ما حرفامونو زدیم. من فکر میکنم هنوز طلاق چاره ای ما نیست. دیگه الان خیلی دیره. من به خانوادم هم گفتم. کاش نمیگفتی. کاش صبر میکردی. چند روز دیگه وقت دادگاهمونه. بالاخره که میفهمیدن. همین محالم خوب نیست. منم حالم خوب نیست. چند روز دیگه صبر کن. حال جفتمون خوب میشه. دیگه بعدش هم لازم نیست الکی فکر و خیال کنی. آخه میدونی من اتکالون میزنم، به خودم میرسم، حتما زیر سرم بلند شده. ببین پشم خانوادم حتما با تو یه جوری رفتار میکنه که من نمیفهمم، که به شما بر میخوره، بی احترامی میشه. حمید بعد میدونی من عاشق بچم، اینو میدونی، ولی بی دلیل بچه نمیخوای. بس دیگه حرفی برای گفتن باقی نمیمونه. تو اصلا میذاری من حرف بزنم یا نه؟ ببین من رفتم دکتر چون تو رو دوست دارم، زندگیمو دوست دارم. من نمیخوام تو رو از دست بدم. ببین من خودم هم خسته شدم از این وضعیت. من اصلا نمیفهمیدم موقع تو چی میگی. نمیدونستم که فوت مامانم، سختی‌های بعدش باعث ایجاد یه سری آسیب روحی در من شده. من میدونم اذیتت کردم. ببخش، فعلا اصلا دست خودم نبوده. اصلا یه سری افکار منفی میاد تو سرم، من نمیدونم از کجا میاد. ولی هر کاری میکنم از ذهنم بیرون نمیره. بعد شروع کنم گیر دادم به خودم، به تو، به همه. خدا بیامرز مادر تو. ولی چیزی که این همه سال حل نشده چجوری قرار حل بشه؟ دارم میگه من مریضم، دارم میرم دکتر. چرا من با طرفت باور کنم؟ اصلا به فرض که تو مریضی، باش قبول. چرا این همه وقت نرفتی؟ چرا الان؟ تو نمیخوام از اون جدا شم. واقعا نمیفهمم چرا با طرفت باور کنم. باور نمی کنی، خودت برو از دکتر بپرس. کدوم دکتر؟ مشاور. بیا این کارتش، اگه میخوای با هم بریم، نه که خودت تنها برو. من فکر میکنم اگه هنوز علاقه ای بین من و تو هست، که من فکر میکنم هست، باید یه فرصت دوباره به خودمون بدیم. نه، به خاطر همین علاقه ای که داری میگی این همه وقت بهت فرصت دادم، ولی هیچی عوض نشد. هیچی. نه، این دفعه فرق میکنه. چه فرقی؟ ببین دنیا، منم دلیل این که این همه مدت تحمل کردم، صبر کردم، این بود که دوستت داشتم. دوست داشتم زندگی من خراب شه، اما هیچی عوض نمیشه. منم آدمم، حق دارم اونجوری که دوست دارم زندگی کنم. ندارم؟ چرا حق داری؟ تو هم حق داری اونجوری که دوست داری زندگی کنی. الانم بین من و تو هیچ راهکاری وجود نداره به هزار و یک دلیل که زندگی اون ادامه بده کنه. تنها راه من و تو طلاقه. شب بخیر. من حامله. چیه، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ آخه این چه کاری بود که تو کردی؟ تو که همه چی رو بدتر کردی که. خب چه کار میکردم؟ همشش حرف خودشو میزد. بالاخره باید یه کاری میکردم. من این همه با تو حرف زدم، الان حمید بفهمه تو بهش دروغ گفتی، همون یه ذره امیدی هم که بود که کلن از دست میره. بابا پروانه، من حمیدو دوست دارم، زندگیمو دوست دارم، نمیخوام جداشم.
آخه بعد یه حرفی میزدم که از طلاق منصرفش کنم. آخه اینجوری؟ به دکتر رحیمی گفتی قضیه رو؟ نه گفتم اول به تو بگم. من واقعا چیزی به ذهنم نمیرسه. با دکتر صحبت کن ببین چه راهکاری بهت میده. چقدر طول میکشه حالم خوب شه پروانه؟ زمانش به خیلی چیزا بستگی داره. تا هر کاری بگی من میکنم. من میگم تو حمید در اولین فرصت باید بری پیش دکتر رحیمی. بذار دکتر رحیمی باهاش صحبت کنه. قبلش به دکتر بگو به حمید دروغ گفتی. بذار دکتر باهاش صحبت کنه آرومش کنه. آره اونم نشست و دکتر رحیمی باهاش حرف بزنه. بابون به حرف من که زنشم گوش نمیده، به حرف دکتر رحیمی گوش کنه. اگه ما با هم حرف میزدیم که کارمون به اینجا نمیکشید. الانم اگه بفهمه من بهش دروغ گفتم که دیگه اصلا همه چی خراب میشه. عزیزم همین الان همه چی رو خراب کردی تو. باید یه کار کنیم خرابتر از این نشه. در افکارم نمی گنجید که روزی برای تو بنویسم. همواره مادرم مخاطب نامه هایم بود، همون که با به دنیا آمدن من دنیا را ترک کرد و من که چه تنها ماندم با کوله باری از گناه که دلیل رفتنش بودم. تنها امیدم خالقم بود و بس، و آن روز که خدایم تو را برایم فرستاد. تو آمدی و رویاهایم، نقاشیهایم و دنیایم رنگ دیگری گرفت. امروز جلسه دفاع تر همه تو شرکت. نمیتونم شلخته برم. من که چیزی نگفتم. میخوای باید بیام دکتر؟ نه خودم میرم. خب میخوای بگم مامان باید بیاد؟ نه خودم میرم. دونه تو هنوز فکر میکنی خانواده من باید مشکل دارم؟ دیگه نه. خوبه. میتونم ازت خواهش کنم که صدای قلب بچه‌مون رو ضبط کنی منم بشنوم؟ آره حتما، چرا که نه. خدافظ.
بله آقای دکتر متوجهم. بله همه این صحبت ها رو من با ایشون کردم ولی خب متاسفانه گوش نمیدن. درسته. چشم من بهشون تأکید میکنم. ببخشید مزاحم وقتتون شدم. قربان شما. فعلا خدا نگهدار. خداحافظ. دکتر رحیمی هم میگه باید راستشو بگی. بالاخره که میفهمه این دروغو. تا کی میخوای ادامه بدی؟ با برای شماها راحته. باورت نمیشه من همه کار دارم میکنم. فقط این همچنان نمیتونم راستشو بگم. حتی دارم همچنان پرخوری میکنم چاختر بشم که فکر کنه واقعا. دنیا جان من خیلی خوشحالم که تو حالت بهتره. خدا رو شکر روز به روزم داری بهتر میشی. ولی این دروغ هرچی ازش بگذره بزرگتر میشه ها. بعدا عکس العمل حمید وقتی بفهمه بدتره. به پروانه دلم نمیاد. ببین انقدر حالش خوبه اصلا دلم نمیاد که مثلا بهش بگم بعد حالش رو بگیرم. اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. میخوای من باش صحبت کنم؟ نه وقت فکر میکنم مثلا من با دوستم دست به یکی کردم بهش دروغ گفتیم پس من تو رو تازه پیدا کردم نمیخوام حمید بهت بد بینشه. ببین گفتن رو باید خودم بگم. چی بگم؟ ولی چه جوری شو نمیدونم. سلام خسته نباشی. شما خسته نباشی. چطوری؟ خوبم. خوبی؟ آره تو خوبی؟ منم خوبم خدا رو شکر. چه خبر؟ چی کار میکنی؟ اینا چیه؟ من دمنوش درست میکنم. ها؟ دمنوش؟ آره یه دمنوش گیاهیه. پروانه با یه متخصص صحبت کردین و برام تجویز کرد. آره نمیدونم ولی به موقع بر بچه ضرر نداشته باشه. لباش حرف زدم گفت مشکلی نیست. خب چه خبر؟ دکتر چطور بود؟ سونوگرافی چطور بود؟ بچه حالش خوبه؟ آره خوب بود. ممنون. خدمت شما. دست در نکن. صدا قلبشو ضبط کردی؟ نداشتم. اه چی شد؟ دنیا خوبم نگران نباش. میخوای بریم دکتر؟ نه نیازی نیست خوب میشم. الو جانم بله آقای من بذاری من باشم تماس بگیرم. بفهم من خوبی میخوام. دنیا خوبی؟ آره. ببینید من فقط مشکل من با دروغ گفتن ایشونه. ایشون اگر به من از اول میگفت من وقت میخوام یک ماه وقت میخوام من بهش وقت میدم ولی کسی که از روز اول کاری میاد با دروغ میاد جلو و صداقت نداره من واقعا با این آدم مشکل دارم. حالا اجازه بدی من فردا میام دفتر باهاتون صحبت میکنم. خداحافظ. خداحافظ. چی شد؟ خوب شدی؟ آره خوبم. چته؟ نه چیزی نیست. تو چی شدی؟ من هیچی بابا حالا بعدم برات تعریف میکنم. یه آدمی اومده کارمون شده شرکت روز اول با دروغ و خوبی؟ آره خوبم. مطمئنی نمیخوای بریم دکتر؟ مطمئنم. شاید برای این دمنوش هاست که خوردی ها؟ نه ربطی به اینا نداره. خیالم راحت بشه؟ پس صدقا به بچه رو بده گوش کنم. بودو
زربان خودم هم رفته با جان بابا جان چقدر تون میزنه؟ طبیعیه. ببینم معلوم نشده هنوز پسر یه دختر؟ نه یه جوری قرار گرفته که جنسیتش معلوم نیست. مهمم نیست بچه سالم باشه فقط. ای جان نگاه میکنی؟ هیچی، داشتم به این فکر میکردم چقدر طول کشید تا شما رضایت دادی با بنده ازدواج کنی. داشتم دستت میدادم. یه مردی تو آشپزخونه نشسته بود تو تاریکی. خب زنش میاد بهش میگه که چه شده چرا تو تاریکی نشستی؟ دیگه تا اون شب اومده بودم خواستگاریت. بابات گفت یه چک 1,000,000,000 تومانی بهت میدم. بگیر بی خیال دخترم شو. خب زنش میگه که آخه یادش بخیر. حال چطور یاد اون جریان افتادی؟ مردی میگه من فکر میکنم اگه جگر گرفته بودم الان چه خوشبختم بودم. خوشبختتر بودم؟ خب این چه رفتی به ما داره؟ خب اینم بابای تو که چکه 1,000,000 دلاری دومنی اینا که به ما نداده بود که. حالا اگه میداد چه قبول میکردی؟ معلومه که نه. معلومه که قبول نمیکردم. که برای عسل جاست. بله بله. امید داشتید من عسل. این کوهیه دیگه آبی. بله عالیه. دستتون داره. میشه جان من. نه. نگفت کوهیه، نگفت عالیه. میخوره. تو چی سفارش میدی؟ نوشته بود آبیشن. ببین آبیشن هم آبیشن کبیر داره هم کوه. ولی به هر حال من کوهش بیشتر دوست دارم. یه لحظه نخور. اجازه. یک و دو. چیه بازیه؟ 3 و 4 ببین دوتا اینجا دوتا اینجا. من دقیق کردم معروفترین محبوبترین اسم بچه هایی که تو ایران میذارن این 4 تاست. دوتا پسر دوتا دختر. حالا شما از هر کدومی که انتخاب کن. جالبیش چیه که دقیقا همون اسمایی که خودمون راجبش صحبت کرده بودیم همونو محبوبترین پسر دختر بفهمید چیه؟ برو دیگه. خب یه دونم دختر بردار. باور شاید نکنی نگاه منم رو هم چپیه بود. راستیه. خب ببینم
ای جانم، الهی من قربونشون برم بچه، الهی من فداشون بشم. به نام او که عشق را آفرید و عاشقانه آفرید. کوتاه میگویم و کوتاه‌تر می‌نویسم برای تو که پس از خواندن این چند خط ناخواسته دنیایت را با دنیایت از دست می‌دهی. اما بدان دنیای تو برای تو جنگید، با خودش، با ترس‌هایش، با هویت و گذشته‌اش. راست نگفتنم از دوست داشتن بود و دروغ گفتنم از عاشق. میروم با تو دنیای من، دنیا. الو پروانه، سلام قربونت. ببین من باید ببینمت. نه خیلی مهمه، همین الان من باید ببینمت. آره دارم میام. خب فعلا خدافظ.
همونجا مستقیم میرم. خدا رو شکر، مبارک باشه. چیکار کنم من؟ هیچی دیگه، دروغی که گفتی حل شد، دیگه نیازی نیست فیلم بازی کنی. چی داری میگی تو؟ حمید فکر میکنه من تو سه ماهگی هم، این تو نوشته سه هفته، یعنی تمام ادایی که در بردم تهوع و وی آر و اینا تازه میخواد شوش. وای خدای من، عجب غلطی کردم. ای 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 ای. عزیزم الان شرایطت بهتره، یه دروغ بزرگ شده یه دروغ کوچیک، حمید کمتر مجازاتت میکنه. مجازات چی؟ پروانه من تازه فهمیدم چی کار کردم، اصلا نمیفهمم برای چی این کار رو کردم. حمید از دروغ متنفره، اونم راجع به بچه. من فکر کنم قضیه رو بفهمه بچه رو از من بگیره بره دنبال زندگیش. اونم بد نیست، تا تو باشه دیگه بهش دروغ نگی. بیشور. خب به من چه؟ با من دارم بالبال میزنم، تو شوخی میکنی؟ عزیزم من، اولی که خدا رو شکر که بار داری، بعدشم برو به حمید بگو حمید جان من چند ماه پیش اشتباه کردم، به دروغ گفتم، اما الان واقعا باردارم، اینم مدرکش. حمید ببینه واقعا داره پدر میشه، اصلا یادش میره دروغ تو. دیدی بالاخره شد برمانه؟ آره خیلی برات خوشحالم. برو برو بشو بشو همون شد بسی هک بیان بهتون بزن من بازیتون بابا. کن مسلم آخه این شد تیم؟ من اصلا واقعا نمیدونم چرا باید طرف داره همچین تیمی باشم. چی شد باخت؟ آره دیگه آقا، بازی دفاعی که دیگه 90 دقیقه که جواب نمیده که، 50 دقیقه 60 دقیقه 70 دقیقه تو داری دفاع میکنی 100 متر زمین، خب گل میزنه دیگه. میخوام یه چیزی بهت بگم جان. حمید جانم، جانم چی شده؟ میخوام یه چیزی بهت بگم که نمیدونم چجوری بگم، همه میترسم خیلی ناراحت بشی. چی شده دنیا دیگه از این ناراحت‌تر؟ از باخت تیم مورد علاقه هم؟ آره خیلی ناراحت‌تر. چی؟ یعنی چی؟ بر بچه اتفاقی افتاده؟ نه بچه خوبه، واقعا خوبه. خب از چی؟ ببین حمید، من توی این مدت یه کارایی کردم که نباید میکردم، حرفایی زدم که نباید میزدم، حتی فکرایی کردم که نباید میکردم. مثلا نمیفهمم چی داری میگی دنیا، واضح بگو بفهمم. اون شب یادته که جر و بحثمون شد تا پای طلاقم رفتیم؟ من اون شبی که من بهت گفتم که بار دارم؟ بله بله کاملا یادم. دروغ گفتم. آره من دروغ گفتم و بعد چی گفتم؟ نه صبر کن بذار من حرفم بزنم. من دروغ گفتم، بعد این دروغ ادامه پیدا کرد و من مجبور شدم که ادای بارداری رو در بیارم. ببین من میدونم تو خیلی الان عصبانی، حقم داری، من معذرت میخوام، واقعا معذرت میخوام، هر چی که تو بگی من همون کارو میکنم. الان بگی بریم جدا شیم من میگم چشم، بگی برو از خونه بیرون میگم چشم، هر چی تو بگی من میگم چشم. تو که از اول باردار نمیشدی دنیا، بحثش فرق میکرد، بلکه من دروغ گفتی، میخواستی با دروغ زندگیمون درست بشه؟ ببین من میدونستم مریضم، من میخواستم خودم رو درمان کنم، تو به من این فرصت هیچی دیگه نمیخوام بشنوم. هرچی بین ما بوده دیگه تموم شد، حالا کجا؟
گوش کن ببین من چی میگم بهت. من همون موقع همون شما پیش رفتم با دکتر رحیمی حرف زدم، همه چی رو به هم گفت. اینکه چرا ترس داری از باردار شدن، اینکه حالت چجوری خوب میشه، درمانش چیه، اینکه مجبور شدی دروغ بگی، همه چیو. خب چرا چیزی نگفتی؟ چرا وقتی فهمیدم که یه همچین همسر نازنینی دارم باید چیزی میگفتم؟ چرا؟ وقتی فهمیدم تو انقدر تلاش داری میکنی برای زندگیمون، انقدر به فکر این زندگی، چنگ میزنی به هر چیزی که زندگیمون حفظ میکنی، دیگه چرا باید چیزی میگفتم؟ دانشان اصلا ممنونم واقعا. آره من عصبانی شدم به خاطر دروغی که گفتی، اما عصبانیت من کجا، تلاشی که تو داشتی بر رابطمون میکردی کجا؟ البته بگم یه جایی هم واقعا شیطنت کردم، خواستم ببینم تو کجا میخوای بری جلو، کی خودتو لو میدی. بعضی جاها واقعا خندم گرفت ولی خودم حفظ کردم اصلا نخندیدم که خلاصه لو نره. کوفت. ولی دمت گرم، دمت گرم، بازیگر بی نظیری هستی، درخش هستم با تیمار بدن به تو. من بازیگر درجه یکی هم یا تو؟ چه رولی بود؟ یعنی این همه فیلم بود؟ دنیا دنیا وقتی من دیدم تو داری تمام تلاشتو میکنی که این زندگی حفظ بشه، گفتم من چرا نباید تلاش کنم؟ آره اولش به خاطر بچه مکس کردم، ولی بعدش دیدم تو داری واقعا تغییر میکنی، تو داری تلاش میکنی که خودت رو تغییر بدی با همه حال بدت. فهمیدم که تو میدونی وقتی حالمون خوب نیست چرا باید یه موجود زنده دیگر وارد زندگیمون کنیم. سب کن، الان همین الان به نظر تو حال زندگیمون خوبه؟ بهتر از این نمیشه. تو پدر خوبی هستی. حالا شاید پدر خوبی بشم، حالا فعلا که نشد، شاید هم پدر خوبی بشم. نه هستی. ببین من یه بار گول میخورم ها، این بازی و فیلم ها رو برای یه بار میبخشم ها. بهت بگم چیه؟ یه ماهه که هستی. داستان کودک بنویسید. ببینم دمت. خب من تو بگو. بگو. ببخش. نه. دیگه بچه دار شدن مخالف بودی. چرا این همه بازی در رو بردن؟ خب بایده تمت.
ارواح پریشان و گذاشی کنار چند تا بچه و یه آدم دیوونه؟ میدونم اعصاب تو خورد میکنه، اذیت میکنه، ولی خب یه ذره صبوری کن. اصلا صحبتشو نکن، من نمیدونم. میخوای دعوا کنی؟ نه. آره میخوام دعوات بکنم. بابا بابا خستم کردی، روانی کردی. خب یه جا آروم بشین دیگه تو. من به کمکت احتیاج دارم. باز نفسم میگیره، دلم به یه موبند